بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند هستی و دانا. سلام هموطنان عزیزم، امیدوار هستم هر گوشه و کنار این سرزمین زندگی میکنین همیشه سرسبز باشین، خرم باشین، آرام باشین. از پاک پروردگار براتان جان و جوری آرزو دارم. امیدوار هستم که بیننده برنامه ما باشین، نظریات، انتقادات، پیشنهادات سالمتان با ما شریک بسازین. خوشبختانه که ما به یکی از نمایشگاه های کابل آمدیم، پایتخت افغانستان آمدیم. این نمایشگاه قرار است که به خاطر 3 روز برگزار شود. ناگفته نباید گذاشت که خواهرای عزیز ما یک نمایشگاه خیلی بزرگی را ایجاد کرده استند. هدف ایجاد برگزاری همچو برنامه ها چی است و میپرسیم که در مورد فعالیت های که اینجا به نمایش گذاشته استند هدف از چی است؟ خوشبختانه که ما استاد عزیز خود را در کنار خود داریم. در قدم نخست خیلی تشکری میکنیم استاد. سلامت باشین، تشکر از شما. میشه خودم معرفی کنین یک بار؟ بنده آرزو رامین هستم، کارشناس صنایع دستی و نماینده خانمای صنایع دستی وزارت اطلاعات فرهنگ. شما را خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر استاد. در قدم نخست ایره بر ما بگوین که هدف برگزاری 3 روزه نمایشگاه شما چی بوده؟ امروز روز دوم نمایشگاه ما هست که ما با همکاری مسی گلوبال گروپ نگارستان ملی با ریاست گردندوی ما امروز ما نمایشگاه برگزار کردیم. هدف نمایشگاه ما تولید وطن است که تولید وطن ما باید رشد داده شود و از طریق زمین بتانند خانمای ما، آقایان ما بیاین بازدید کنند و از تولید وطن ما خریداری کنند. چی چیزا را استاد شما به نمایش میگذارین اینجا؟ ما فعلا در این نمایشگاه ما که شما میبینید تصاویر از نقاشی های ما هستند، میناتوری است، نقاشی است، بخشی از صنایع دستی است، کاسل است، مربا است، زعفران است، مواد غذایی است، لباس است، چیزای انواع و اقسام صنایع دستی است. شما چطور جمع شدین استاد؟ یک اتحادیه دارین، انجمن دارین، چی دارین در مورد ازی بگین؟ ما از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست گردندوی ما، خودم در بست کارشناس صنایع دستی اموجا تنظیم هستم که به خاطر خانما هم نمایندهشان هستم و همی از طریق همی خود بخش صنایع دستی همی خانما باید گروپ ما جمع آوری شدن که ما توسط همی گروپ فعالیت خود انجام میدیم. استاد فعلا چگونه ارزیابی میکنین فعالیت هایتان، کارکرد هایتان در قبال زنان افغانستان؟ حالا خوشبختانه ما بسیار پیش خود ما حداقل وقتی اگر در احساس خوشی میکنم که در این دست قرار دارم و تشکری از وزارت اطلاعات فرهنگ میکنم که با همچو صلاحیتی که بر ما واگذار کردن که من میتونم با خانمای خود هم دست باشم، همکاری هم راشان کنم و در این که سال دوله امارات ما تقریبا 52 نمایشگاه برگزار کردیم در جاهای مختلف، در هر جای مختلف، هم شخصی و هم دولتی با هماهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ بخش خانمای ما آقایان ما نمایشگاه برگزار کردیم. چقدر از این نمایشگاه ها حکومت فعلی، حکومت سرپرست امارات اسلامی افغانستان از شما حمایت میکنه؟ فعلا همی حکومت امارات اسلامی، وزارت اطلاعات فرهنگ و بعضی خواهی بسایی که مثلا بلند رتبه هستن، مقامات هستن، اونا از ما حمایت میکنن، در چطایی برنامه ما میان. از طرف خود وزارت اطلاعات فرهنگ خانمای ما تشبس ما تقدیر میشن، بشان تقدیر نامه داده میشن، والا زیاد امرای ما همکاری به حد بیاندازه میکنن. چقدر شما امیدوار هستین که دیگر نهادهای ملی و بین المللی با شما همکاری کنه و خاصتان از نهادهای ملی و بین المللی چیست؟ خاص ما از نهادهای ملی و بین المللی است که یک جای داریم، بازار داریم و خانمهای ما تشبه صنایع دستی ما در نظر گرفته شود تا اینا یک جای معین داشته باشند که اثاری کمی جای بتانن همی اجناس خود تبدیلات خود به فروش برسند. برنامه های بعدی تان در آینده های نزدیک چیست استاد؟ ما چندین برنامه در آینده های نزدیک داریم که میتونیم با همکاری به خانمهای ما تشبه خود چندین نمایشگاه برگزار کنیم. در یکی فعلا نمایشگاه ما در اول عمل ملاسه عمل است در قصر دالمان است که ماشاءالله بین‌المللی نمایشگاه ما هست که به همکاری خودم و همکارا همونجا نمایشگاه به خانم‌ها برگزار می‌کنیم. انشاءالله استاد خودت در برنامه های بعد هم می‌داشته باشیم. خواستتان، پیشنهادتان برابری حکومت فعلی چیست؟ ما از امارات اسلامی خواست همین داریم که باید در لیسه خانمای ما، خانمای متشبس ما همراهشان همکاری ها صورت بگیره و همچو در ماه حداقل 2 بار برشان نمایشگاه برگزار کنند تا بتونن تولید وطن خود رشد بدن از طریق همی بخش صنایع دستی خود نانآور فامیل خود در جامعه شد. شما افتخار ما هستین. بسیار لطف کردین استاد. زنده باشین. تشکر. هموطنان عزیزم شما بیاین تصاویر را با هم مشاهده میکنیم. میبینیم که هموطنان ما کیجه برنامه را برگزار کرده، همراهشان گفت و شنید می داشته باشیم. شما هم بیننده ما باشین. سلام هموطن عزیز، خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ میشه در قدم نخست خودم معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالعزیز ادریسم، یکی از صنایع دستی از خانم هست، خانم ایدری. ایدری صاحب دختش تمامش از میهن ماست، از کشور ماست. شما چی چیزها را زیاد ساخت وطنی دارین اینجا؟ ساخت وطنی همیشه ساخت وطن است. ما
مثلا نمی کلا ساخت سند خود را تن واسه اینا یک ذره در مورد از این برای ما بگوی نایداری صاحب که چی رقم دخت شده و ماشاءالله فوق العاده عالی است. اینا خب چیزی است که به اصطلاح انتیک گفته میشن. بله. خاص است امینورا همه چیزش از بازار خریده شده و در خانه جور کردیم و در بازار عرضه میکنیم. چقدر شما واردات دارین؟ به کنام ولایت ها وارد میسازین و عرضه میسازین در مورد از این هم برای ما بگوین؟ بخش صنایع افغانستان چقدر در حالت رشد است سیدری صاحب؟ دختی را که شما دارین، زحمتی را که شما میکشین، چقدر در حال رشد است؟ رشدش بسیار خوب رشد است، ولی چون که اقتصاد کشور ما پایین است، کار نیست، بیکاری است، مردم قدر چیز نمیکنه. اگر همی ساز ما قبلا در حکومت جمهوریت بود، بسیار مردم میخرید و بسیار بکشاو خالقامندی که خود ما جور میکنه و مردم بسیار بکشاو خالقامندی. شما افتخار ما هستین، بسیار لطف کردین، تشکر. هموطنان عزیزم شما تصاویرها را ببینین، ما میپرسیم از هموطنهای خود که اینجا مصروف هستن و خوشبختانه فوق العاده عالی است و خیلی واقعیت خوشایند است. شما میبینین که از هر نوع اجناسی را که شما میبینین تمامی از این ساخت کشور ماست، ساخت میهن ماست. اگر اجازه تان باشه یک بار به تصویر بگیریم. دوستان عزیز شما میبینین عملا ضرورت به تعریف نداره، ماشاءالله. واقعیت که بسا جای خیلی افتخار است که خواهرای عزیز ما در شرایط فعلی افغانستان همچو چیز هم میسازن به جهانیان به نمایش میگذارن. خواهر عزیز سلام علیکم، خسته نباشین. میشه که در مورد اجناس که اینجا داریم موجود است کمی در مورد از این صحبت کنین؟ قرقل است، از خود وطن ماست، تولیداتش هم از وطن ماست و پوستین هم از وطن ماست. همی کلا را طور مثال با چند روز شما میسازین، آمده میسازین؟ همی کلا در یک روز تیار میشه. در یک روز؟ ماشاءالله. قیمت از این با چی رقم است خواهر عزیز؟ قیمت از این 1500 افغانی. خب این دیگرش یک بار بگوین؟ این چی رقم؟ این گرگیز است، از پوستش از وطن خود ما پیدا میشه، ساخت شما خودم شخصا تیار میشه. خب چند مدت زمان میشه که کارا را شروع کردین؟ ما تقریبا از 13 سالگی کار پیش میبرم. کنم دفتر دارین چی دارین؟ دارم کارخانه دارم. خب بسیار خوب، در مورد از یام کم صحبت کنین. ایره بسیار خوب، این را نگفتین؟ مربای آل بخار است، خانمو در خانه تیار میکنیم خود ما، به خاطر که محصولات همین مربای خانگی خوبتر است از خارج بیایه، تولیدات وطن خود ما باشه بهتر است. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشین. دوستای عزیز، هموطنان نهایت گرامی، ما خوشبختانه که به نمایشگاه هستیم، فعلا شما تصاویر را میبینین. نه نمیگیرم. هموطنهای عزیز، یک چیزی که ناگفته نباید گذاشت که از دید ما چیک است، تمامی شمایی که فعلا بیننده هستین، دخت و نقشه و همچنان رنگامیزی های مختلفی که وجود داره، فکر نکنم که در خوب خوب کشورهای دنیا و جهان پیدا شوه. و همچنان شما تصاویر مشاهده میکنین. هموطنان عزیزم شما در تصاویر مشاهده میکنین که الحمدلله دخت دیزاین و تمامی زحمت ها از خواهرای عزیز ماست. واقعیت ما افتخار میکنیم دخت های افغانی. میشه خواهر عزیز خود معرفی کنین در ابتدا؟ اسم امین است، 18 سال شده که من کار میکنم، همین صنایع دستی را پیش میبرم. چطور است؟ افغانی. بله. امین رسامی موردوزی و 18-19 رقم دخت ما میکنم. چطور است فروشاتتان فعلا؟ با خدا فروشات نیست، امروز دو روز شده دیگه، نو امیال یک برادر ما که به یک بودایه که خرید خدا می روانه. چند نفر شما کارمند است؟ از بخش آقایان است یا تمامش دختر خانم هست؟ نه، خود خانم هست از ما. 30 نفر کارمند داریم، صنایع دستی را پیش می بریم. بکنم کشور هم شما صادرات داریم؟ نه نکنیم. دولایت ها امانگی داریم؟ نه دولایت هم نداریم.
ما جور کردیم و موندیم دیگه، فروشات هم نیست، جای بلد هم نیستیم واقعا که ما بریم. شما افتخار ما هستین، بخیر باشین. دوستای عزیز میریم، اما همراه هموطنهای ما صحبت میکنیم و در مورد بعضی چیزهایی را که شما میبینین فوق العادالیز، دختش، کیفیتش فوق العادالیز. دوستای عزیز همی اردوش چقدر مدت زمان از این طول میکشه استاد که شما ایر آمده میسید؟ یک روز؟ در یک روز ما این امیر کلشتون کنیم. نمایشگاه قبلیتان قرار است که بزودی برگزار شود در کنان ولایت افغانستان؟ در چیست؟ بادام باقم شروع است نمیپنم چی وقت. بسیار زیاد تشکر، بسیار تشکر. بیننده های عزیز شما بیننده برنامه ما باشین. عزیز ما صحبت میکنیم و خوشبختانه که برنامه فوق العاده عالی است و از چیزایی که اینا در اینجا به نمایش گذاشتن فوق العاده عالی بود. میخوایم امروز خواهر عزیز خود معرفی پیدا کنیم. میشه خواهر عزیز خود معرفی کنین؟ خوش آمدین. خاطر راسخ هستم، رئیس شرکت صنایع دستی و مواد خاطر راسخ. استاد میشه برای ما بگوین که چه مدت زمان میشه که کارا را شروع کردین؟ ما تقریبا یک سال میشه که کارای بزنس را شروع کردیم. چی چیزا را داریم؟ ما در ولایت هایی که این کار بارا میکنیم از فارم ما فارمی اصل در راغستانی بدخشان داریم که از اونجا تولید اصل ما نمیاریم و از بادام از سمنگان میاریم اونجا که همکار ما هستن و از زیره هم که در اینجا مشاهده میکنین زیره هم از راغ بدخشان از اونجا میاریم. این از زیره از بدخشان است؟ بله بله، زیره از بدخشان است و این اصل هایی منم که میبینین از راغ بدخشان است. درست. این کلچه هم که میبینین از خودی بدخشان است و این محصولاتی که میبینین کلان از سمت شمال است و این توکایی که شما میبینین اینجا تخار است، اینجا کارگاه هست، خانم ها اونجا بافت میکنن. فوق العاده عالی است، ماشاءالله. ایره بگوین که چند نفر کارمند دارین و در سطح افغانستان نمایندگی دارین، شرکت دارین، چی دارین؟ شرکت من فعلا در کابل است و بدخشان است. بسیار خوب. تو کاری که ما اینجا کار میکنیم خانم ها در تخار کار میکنن. همی اجناسی را که شما دارین و بیرون از افغانستان به کنام کشورها شما واردات دارین؟ فعلا زیره را به قزاقستان. قزاقستان صادر دیگه کنام اجناس را به بیرون از افغانستان صادر میکنین؟ فعلا تانز کدام چیزی دیگه چی داریم که بادام ما با امریکا چیز کنیم. همکاری هایتان چیگونه است با حکومت فعلی، به خصوص با وزارت تجارت و صنایع؟ همکاری اونا با ما؟ هماهنگی دارین شما؟ هماهنگی بله، هماهنگی داریم. در قسمت نمایشگاه بسیار همکاری میکنن برامون و این خواست ما از حکومت امارات اسلامی امی است که برای ما یک بازار، یک جای مشخص باید باشه که محصولات ما را باید اونجا ما فروش برسانیم و اونجا ما مشخص باشه. البته نمایشگاه هایی که برگزار میشه برای 3 روز است، 2 روز است و برای ما قدر چیز نیست. در کل خواستتان، پیشنهادتان از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد، از حکومت فعلی چیست؟ خواست ما از جامعه جهانی و حکومت امارات اسلامی، ما به این کار ما دو پیام داریم. از حکومت امارات اسلامی میخواهیم که لطفاً ممانعتای که صد رای ما وضع کردن، لطفاً زنان را نادیده نگیرن، زنان میتوانن کار کنن. و خواست ما از جامعه جهانی است، لطفاً زنای افغانستان فراموش شدن، لطفاً زنای افغانستان را نادیده نگیرن. اینجا زنای افغانستان میبینین که فراموش نه در کار اجازه دارن نه تحصیل کرده میتونن. لطفاً ما میخواهیم که زنای افغانستان حمایت کنن و اجازه بدن که تحصیل کنن و با وظیفه‌شان برگردن. کامیاب باشین، بسیار تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین. هموطنان عزیزم شما تصاویر را میبینین که ما میریم همراه استاد عزیز صحبت میکنیم، ببینیم که در مورد محصولاتشان چی گفتنی داره. سلام، وقتتان بخیر. سلام. خوب هستین؟ شما عوض قلم داشکر تولید کردین، ساختین. چی باعث شد که بالاخره در چند روزی را ساختین؟ در بخش موردوزی شما فوق العاده عالی کار کرده تان است. شما فابریکه دارین کنم، شرکت دارین، چی دارین؟ ایره تمامش به خانه ای چی هست میشه در مورد از یک کمی صحبت کنن؟ دیسکاول هست خانم ها میگره برشانه خود بری تلفن و چیزای خود بشه. در چند روزی را آمده ساختین؟ ایره در 5 روز. در 5 روز. چی باعث شد که یک موردوز خیلی موفق شوین؟ تنها هستین یا در خانواده همراه دیگه کس دیگه هم همراه تان همکاری میکنه؟ خانواده بچه ها هست، خود برای خود کمک میکنه.
وطن کجاست خاله جان؟ پروان است. پروان. ماشاءالله. در خانواده چند نفر با این کسب کار میکنین؟ عملا سه نفر. دخت ازیرا در مورد ازی کمی برای ما صحبت کنین. چند روز زمان گرفته وردارین سر پشت؟ 6 روز 7 روز میشه. 6 روز 7 روز. فوق العاده عالی است. هموطنان عزیزم شما میبینین فوق العاده دخت عالی است. از هموطنای ما، از دوستای ما خواهش میکنیم که محصولات افغانی ما را، کشور عزیز ما را مورد حمایت قرار بدن. ما واقعیت با دیدن همچو تصویرا خیلی رویا گرفتم. واقعیت خیلی رویا بخش است. میشه که را به جوش بگذاریم؟ میشه که در مورد از این هم کمی برای ما صحبت کنین؟ نامشان؟ لیر قرآن عظیم شان. ماشاءالله. این را در مدت چند روز کار کردین؟ 8 روز. قیمت از این چند است؟ 3000. بلند نه زیاد؟ خود دیگه جنجال داره یک ذره، می موادش قیمت میشه. خب شما واردات صادرات دارین بیرون از افغانستان؟ وارد میکنین اجناستان ها؟ کنم کشور ها؟ هر کشوری که باشه. فعلا داشتین صادرات؟ نه. بسیار تشکر، بسیار تشکر. هموطنان عزیزم شما تصاویر هم میبینین فوق العاده عالی است. واقعیت با دیدن این تصویرها آدم انگیزه میگیره با آینده درخشان افغانستان. شما تصاویر رو ببینین، ما انشالله بیشتر با هموطنان ما صحبت میکنیم و ببینیم که چی میگن. مهربانی یک لحظه میجا بیان شما. خب نه آمدین، خوش آمدین. هموطنان عزیزم شما تصاویرهای زیبایی از کارکرد خواهرای عزیز ما را عملا در تصویر میبینین که فوق العاده عالی است و این تصویرها نماد از این میته که دختر خانمای افغانستان روز بر روز در حالت پیشرفت قرار دارن و این بسا جای خیلی افتخار است که ما امروز خواهرای عزیز خودم میبینیم که ماشاءالله در بخش نقاشی فوق العاده عالی کار میکنن و این بسا خیلی جای خوشحالی و خوشبختی است. ماشاءالله شما تصاویرها را میبینین، انشاءالله با این خواهرای عزیز ما گفتشونید می داشته باشیم، از پیششان میپرسیم که محصولاتشان، فروششان چگونه است و کنام کشورها بیشتر نقاشی افغانستان به نمایش گذاشته میشه و همچنانی را میپرسیم که فعلا چگونه است کارکردشان. واقعیت که تصاویرها را ما شما میبینیم خیلی رویا بخش است و خیلی زحمت های زیاد کشید هستند. شما بیننده باشین. هموطنان عزیزم ما به نگارستان ملی افغانستان آمدیم که البته مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ میشه. ببینیم که اینجا هموطنان ما مصروف چی است و شما نقاشی ها را میبینین فوق العاده عالی است و خوشبختانه که خواهرای عزیز ما امروز به خاطر 3 روز همچو برنامه را برگزار کردم. میخواهیم که دیدگاه هموطنان ما را هم داشته باشیم. سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ میشه در قدم نخواست خود معرفی کنین؟ اسماعیل ناصری هستم، یکی از بازدیدگان از این نمایشگاه. اومدیم بخاطر از اینکه مارکتینگ ببینیم که چطور روان است نمایشگاه. دیگه بسیار خوب است چون خانم آمده به نمایشگاه به حساب بارگزین شده. دیگه خوش هستیم که یک نمایشگاه به هر وقت به صورت گرفته شود تا به متشبین خانم ها اجازه داده شود که اینو نمایشگاه صورت بگیره و در بخش همین سکتور صادرات بسیار مفید. ناصری صاحب شما قبلا هم در همچون نمایشگاه اشتراک میکردین، دیده بودین از نزدیک همچون برنامه را؟ بله، نمایشگاه به حساب ما در زیادتر نمایشگاه خودمان به حساب جای میگیریم و در اگزیبیشن خودمان میریم و به حساب ما تو ویزیتور میکنیم چون ببینیم همین بخش مارکتینگ چطور روان است کاروبار
دیگه میرم در زیاتر نمایشگاه، حالا چندین نمایشگاه دیگه در کابل صورت گرفته، در بادامباغ، در نمایشگاه آینده در دالمان است که انشاءالله ما امید داریم که این نمایشگاه جایی بگیره. همچون نمایشگاه ها به خاطر رشد و استعدادهای دختر خانم ها چگونه ارزیابی میکنین؟ بسیار مفید است که تو یک نمایشگاه ها در صورت بگیره تا به خانم ها اجازه داده شود که به حساب بزنس کنن، تجارت کنن. بسیار مفید است، بسیار فایده های خاص دارن و به حساب یا انرژی میگیرن که من به حساب تو همراه متشبین دیگه شرکت های کلان یا به حساب قرارداد میکنن و میبینن تو جنس های افغانی را به حساب پروڈکت های افغانی را در نمایش میگذارن. خواهرای عزیز ما فعلا از مکاتب باز مانده هستند و فعلا به خانه هستند. پیامتان به اوی در خواهرای ما که شما را فعلا بیننده هست چیست؟ پیام اوی است انشاءالله امید زیاد است که انشاءالله مکاتب هم باز شود و انشاءالله همه سیستم ها انشاءالله جور میشه، انشاءالله وطن جور میشه انشاءالله. بسیار تشکر. بسیار تشکر لطف کردین. هموطنان عزیزم شما تصاویر هم میبینین فوق العاده عالی است. میخواهیم که بعضی از دختر خانم ها صحبت کنیم، اگر مشکل نداشته باشین میشه که خودم معرفی کنین. سلام علیکم. میشه خودم معرفی کنین؟ بنام یاد خدا مشگان درانی هستم، سرتیم کارگاه نقاشی. بسیار خوب استاد، شما گفتین سرتیم چیستین؟ کارگاه نقاشی. کارگاه نقاشی، همین نقاشی ها را؟ بله. مهربانی یک بار میشه با تصویر ببینیم؟ هموطنان عزیزم خوشبختانه که یکی از استادای خیلی ورزیده را در کنار خود داریم. میخواهیم که در مورد این نقاشی ها بپرسیم. این نقاشی ها تمامشان از شما و از همکارایتان است، درست؟ بله بله، ما یک کارگاه داریم که اونجا هم همشیرا با هم یک جای کار میکنیم. صرف دختر خانم ها هستند در این کارگاه؟ بله بله، کلشان دختر خانم ها هستند. شما کنم انجمن دارین؟ بله. فابریکه دارین؟ چی دارین؟ ما از طرف یک نهاد به نام محسن کشافی رفای امید تحت موسم و کار میکنیم. بله. دیگه یک کارگاه که برمون جور کردن فعلا دو کارگاه هستیم، دخترها هستن تقریبا 20 تا 30 شاگرد داریم اونجا کار میکنن، تحت موسم و حمایت میکنن. به خاطر ظرفیت دختر خانم ها ظرفیتشان بالا برده شده و همچنان برنامه را برگزار کنن؟ خب اوت یک چیز تا فعلا خب برمون جور نکردن، اما چون ما در نمایشگاه اشتراک کردیم زیاد بعد از ایام، یعنی اگر چون امارت اسلامی اجازه بدن همچون نمایشگاه برگزار شد و انشاءالله در اشتراک. میشه که بریم یک بار در مورد تصویر ها صحبت کنیم؟ میشه دوستای عزیز شما تصویر ها میبینین یاد از امو زمستان ها بخیر، مهربانی شما اونجا برین. میشه که در مورد این تصویر فصل زمستان که باران است کمی برای ما صحبت کنین استاد؟ بلند صحبت کنین. کار شده که کار کرده دست خودم است، خانه کل افغانی می باشن، اما بعضی سوژه هایش از یک کشور دیگه مثال گرفته شده، از یک فرهنگ کشور دیگه است که دو سوژه را با هم یک جای کردیم و یک تابلوی جدید وستاز. بیشتر هموطنهای ما نگران عزیز که نقاشی کار سخت است و ما نمیشه که یک نقاش خوب شویم، توصیه شما به اوی در بیننده های ما که علاقمند نقاشی است چیست که باید از یک نقاش ورزیده شوند؟ بلند صحبت. خب توصیه ما برای اوی در اشخاص یعنی ای است که وقت که علاقه داشته باشند کوشش بکنند حتما میتونند به جای برسند، چون که نقاشی رو شروع میکنیم سه مرحله داره، پنسلی است، آبرنگ است و رنگ روغنی است، یعنی آخرین مرحلهش است که ما کار میکنیم، یعنی کمی زحمت کار داره، سال کار داره که کار بکنن و علاقه داشته باشن حتما. کمی در مورد اونو تصویرم اگر برای ما صحبت کنین، چون فصل بهار است، ما شما قرار است که روزای نزدیک 1400 دوره، عملا سال 1401 با ما خداحافظی کنم. میشه که در مورد تصویر صحبت کنین که چند روز ای طول کشیده آمده ساختن از این منظره؟ منظره شب است، مکمل بک‌گراند سیاه می باشه و لایت های گروپ که از این لایت هایی که از مهتاب آمده و سر درخت ها و خانه اینا افتیده و خود یعنی همی جذابیت تابلو را بیرون کرده و این تقریبا دو, دو هفته تکمیل شده، کار کردی یک سال پیش است. استاد شما مسئول اینجا هستین، در مورد از این بگوین که چقدر نمایشات شما در بیرون از افغانستان همچون برنامه هایتان با جهانیان به نمایش گذاشته شده؟ خب ما فعلا تصویر فعلا دو نمایشگاه را به چی کردیم، در دو نمایشگاه رفتیم، کابل سیرینا و این نمایشگاه دومی ماست و هم قسمی که در یوتیوب اینا برنامه نشر میشن بسیار تشویق میکنن، نقاش میکنن دیگه، خواست مومی است که بتانیم یعنی به خارج از کشور بریم، دوجه نمایشگاه بر ما برگزار کرده که بسیار زیاد لطف کردین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین هموطنان عزیزم. میریم
همراه خواهرای عزیز ما صحبت میکنیم و ببینیم که جمعی خاص از این پیشنهاد از این چی است. میشه که یک چند لحظه با هم صحبت کنیم کنامتان؟ دوستای عزیز، خوشبختانه که ما با جمع خواهرای عزیز خود هستیم. میخواهیم که پیامشان داشته باشیم و خواستایشان داشته باشیم. برنامه امروز ما فوق العاده عالی بود و ما واقعیت بالای خواهرای عزیز ما میبالیم و افتخار میکنیم با امید روز از این که خواهرای عزیز ما از این بیشتر بدرخشن و بیرون از افغانستان نمایشات خود، برنامه خود به نمایش بگذارن و همچنان از این برنامه‌شان ما تقدیر میکنیم. میشه خواهر عزیز خودم معرفی کنه؟ سلام علیکم، اسم پروانه درونی است، یک تن از افراد که در کارگاه نقاشی درونی. درانی صاحب، چه مدت زمان میشه که به نقاشی رو آوردین؟ یک تقریبا یک سال میشه. چی باعث شد که بیاین یک نقاش شوین؟ خب علتش همی که ما در خانه بیکار شده بودیم، پنتونا مکاتب بند شده بود و از این کده که روحی خود عزیز بدیم، ما همه ما یک کارگاه کوچک جور کردیم به کمک مژگان درانی که سرتیم ما است و تمام کمک های مالی ما اسپانسرشم یک نهاد است، رفاه امید، و ما خواستیم که یک کارگاه کوچک جور کنیم به می بانوانی که در خانه هستن و از این که روحیشان خراب نشه و یعنی به تکلیف روحی دچار نشوند، ما خواستیم که یک کارگاه کوچک بسازیم و رو به نقاشی آوریم. جایگاه نقاشی افغانستان در سطح ملی بین المللی اگر ارزیابی کنیم چگونه میبینین؟ خب خوب است دیگه، مثبت است، اما قدری که در کشورهای دیگه به نقاشی ارزش میدهند در افغانستان فکر نکنم اونقدر ارزش بدن. دیگه خوب است، مثبت است، ما خوش هستیم از همچون نمایشگاهی که برای ما امارت اسلامی زمینش مساعد کرده برگزار میشه. خوش هستیم. قرار است ما بهار 1402 روزهای بعد انشاءالله پیش رو داشته باشیم. من حیث یک دختر خانمه که مکاتب بند است، دانشگاه بند است، من حیث یک جوانه که تحصیل کردین، پیامتان به زمامدارای فعلی ما و رهبری حکومت سرپرست چیست؟ پیام خاصی دختر خانم ها باز کنند، چون اسلام حق تحصیل هم به مرد داده هم به زن داده و خانم ها هم نصف اسلام باشند و ما از شانمی خواهش داریم که دوباره پنتونا مکاتب باز کنند انشاءالله. بسیار زیاد تشکر. هموطنان عزیزم، دوستداران برنامه در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان که شما بیننده برنامه ما هستین، ای بود نمایشگاه سه روزه ما که خوشبختانه خواهرای عزیز ما ابتکار داشتن و برنامه سه روزه را به نمایش به هموطنان ما گذاشتن. بسای جای خیلی افتخار است. شما بیننده برنامه ما باشین. ما و سیرخان انوری کوشش میکنیم که به گوشه های افغانستان، به گوشه های کابل گزارش ها داشته باشیم، برنامه اجتماعی داشته باشیم و معلومات در مورد افغانستان داشته باشیم، کارنامه های خواهرای عزیز ما را به تصویر بکشیم. شما میتونین دیدگاه ها، نظریات، پیشنهادات، انتقادات سالمتان با ما شریک بسازین. تا برنامه بعد، من دلبشیر دیره با اتفاق همکاران عزیزم شما نازنین ها را به پاک پروردگار می سپارم و امید موفقیت های تک تک شما خوبان.